آقا من پیج اینستاگرام احلامو فالو ندارم خب، و خیلی اتفاقی اومدم تو یوتیوب خواستم ویدیو بگیرم برای حالا آهنگای دیگه، گفتم خیلی وقت ساتین آهنگ نداده چرا، برم یه سر بزنم به یوتیوبش، و اومدم و دیدم که 2 ساعت پیش 3 ساعت پیش یه آلبوم منتشر کرده. بعد رفتم تو پیج اینستاگرامش، دیدم که یکی این که بچهش به دنیا اومده، مادر شده، مبارکش باشه، و دوم این که آهنگ داده. چه آهنگ که چه عرض کنم، آلبوم داده. آلبومش چند تا ترکه؟ 7 ترکه به نام دنیای جدید. خب و واقعا هم حس میکنم دنیای جدیدی رو داره تجربه میکنه ساتین. یکی این که الان فکرم کانادا باشه، درسته؟ تا جایی که یادم هست کانادا رفته بود دیگه، مهاجرت کرده بود، و خیلی سیر پیشرفت قشنگی داشت ساتین. یعنی از ایران شروع کرد، بعد مهاجرت کرد ترکیه، یه شاید نزدیک 5-6 سال شاید هم بیشتر ترکیه فعالیت کرد، کنسرت گذاشت، و بعد مهاجرت کرد کانادا و مادر شد، ازدواج کرد قبلش قاعدتا، و همه اینا به نظر من توی اون برندینگش خیلی تاثیرگذار بود، و دمش گرم، امیدوارم موفقیت‌های بیشتری نصیبش بشه. و حالا یه نکته‌ای هم که هستش اینه که دیگه با رادیو جوان مستقیم کار نمی‌کنه و مستقل شده. البته همسرش در جریان هستین، بریم ببینیم که چه آهنگایی داده. 7 آهنگ داده، از این 7 پربازدیدترینش توی این مثلا 2-3 ساعتی که منتشر شده پشت خطه. خب ترک پشت خط میخواییم بریم بشنویمش و ببینیم که چه کرده و چه جوریه فضای آلبومش. آلبوم کوتاه دیگه نمیشه گفت، 7 ترکه. آلبوم کوتاه در حد مثلا 3-4 ترکه، ولی وقتی 7 میده ما قبلن، حالا الان یکم آلبوم ها مخصوصا توی سبک رپ تعداد موزیکاشون خیلی زیاد شده، ولی او ویژوالایزرش چه خفنه. بریم ببینیم و بشنویم اولین آهنگشو از آلبوم دنیای جدید ساتین. 1-2-3. از کانال یوتیوب خود ساتین بیام این بر. باشه خطمه میگه پشت در و تا جوابشو ندم فقط زنگ سره، مثلا داره دلمو میبره، بوسه میخواد ازم حتی وقتی گل نمیخره. با او یه جورایی دیگه پاپ نیستین و داره آر ام بی میخونه و سبکم عوض کرده. جالبه، حالا نمیدونم بقیه آهنگاش چه شکلیه، اما این آهنگش که حالا با شروع کردیم این جوریه. برو بریم. مثلا داره دلمو میبره، بوسه میخواد ازم حتی وقتی گل نمیخره. وای از من میمیره پشت خط دوستام، شب آشتی و قهر میشه روز بام. بهش گفتم 100 بار از اول تو عشقمی، ولی خوب نیستم فول تایم. بعضی وقت خودم هم خدایی، هم آهنگسازی، هم تنظیم، هم اجرا و هم تکسی که حالا داره، نمیدونم تکسش با کیه، میرم نگاه میکنم توی این فاصله، به نظرم جذابه. و این متفاوت بودنه هم جز همون دنیای جدید ساتینه، این جذابه. نزده که مثلا با کیا همکاری کرده. بریم تحت لیبلش هارمونی بیتسه، که فکر میکنم لیبل خود ساتین باشه، یعنی لیبل خود ساتین و همسرش آرازه پناهی. برو بریم. الان این آهنگ لاوه یا دیس لاوه؟ چیه این آهنگ؟ اگه میخوای اخ کنی تخ کنی کل روزمو بگیری
این از اون آهنگایی که صد میره توی پلیلیست من، خدایی قویه اصلا. و نکته اینه که تا الان فقط یه دقیقش گذشته، این همه خلاقیت توی یه دقیقش. دمت گرم ساتی واقعا. تنظیم خدایی اوورتور داره ای بر اصلا. خدای قویه، کلن پکیجش قویه. یاد بگی بشنمی بعضی وقتا ناره، به همه بگو که بعد داستانم مهم نیچی میگن، همه در بارم آدم و هرچی هر بزنن هنو باز دارن. گوش بدم به بقیه خوب تهش که چی، خود تو هم شاید یه روز بخوای بری اصلا اصراری ندارم که شبی من بشی، رو قلب آدم ها نمیشه نقاشی کشی. واسه تو میزدم از خودم ولی دیگه نه 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 نه، اگه میخوای اخ کنی تخ کنی گل روزم و بگیری شب و خندم و گفتم به هدیم و بشیم توه میگی من 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 همینه کرده علاقم و به تو حالا کم 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 کم. واسه تو میزدم از خودم ولی دیگه نه 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 نه، اگه میخوای اخ کنی تخ کنی گل روزم و بگیری شب و خندم. چقدر قوی بود، ببین چقدر قوی بود. یعنی این آهنگو نظرم زیاد بشنویم و زیاد بشنون کسایی که مثلا تو مارکت بونن، مخصوصا خانوما که اینقدر دارن یه سبکو تکرار میکنن. یعنی ساتین هم سنتی میخونه، هم پاپ خونده، هم از این موزیکای دوره همیتور خونده، هم 6 و 8 قری سنگین خونده و هم الان R&B، و توی همشون هم اکثرا موفق بوده. واقعا چیزیه که نمیشه انکار کرد که ساتین قویه، صداش هم داره. حالا یه سری حاشیه‌ها از کنسرتاش در اومد، اما چیزی که توی حداقل موزیک داریم ازش میبینیم قویه واقعا. توی اجرای زندهش هم من همیشه گفتم، من خودم دارم میگم، من حتی به کسایی که خیلی شدید انتقاد هم داشتم، مثلا مانکان بند، رفتم از نزدیک دیدم، بعد اومدم مثلا در موردش حرف زدم. اینکه صرفا از روی یه فیلم بخوایم قضاوت بکنیم، نه 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 نه، فیلم ممکنه اصلا 99% راست باشه، درست باشه، ولی اون 1% هم باید در نظر گرفت که اصلا تو چه شرایطی بود. ما نه قبلش رو داریم میبینیم نه بعدش رو، خب، و همون مثلا سوتیه رو میبینیم. شما کنسرت همایون شجریان هم بریم مطمئنن یه سری سوتیه میبینی، ولی چون اون همایون شجریانه کسی نمیخواد مثلا بهش نقد وارد کنه، یه تابو ازش مثلا درست کردن. نه فقط اون، خیلی های دیگه. این که مثلا برنامهشون حرفه‌ایه، اصلا رزومهشون، سابقهشون حرفه‌ایه، سابقهشون بیشتر از مثلا خواننده هایی مثل ساتین و ان هست، اوکی، ولی نمیشه گفت مثلا اونا بی نقص مطلقن و مثلا یه خواننده تازه کار منظورم مثلا از لحاظ روی استیج رفتن ها مثلا پر از ایراده. اینا رو باید در نظر بگیریم. و چه موزیکی بود این آهنگ، و دلم میخواد زودتر بقیه آهنگاشم بشنوم. و همین دیگه، خیلی چکریم، مراقب خودتون باشین. تا یه ویدیو دیگه، سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه. چرا نزدیکم نگفتم؟ خونه تکونی نمیتونم این برای نشون بدم، این برای اصلا یه بازار شامیه. خیلی چکریم، تا یه ویدیو دیگه، قربان شما. مسترم.